مرتضی کیوان متولد سال 1300 در اصفهان، شاعر، منتقد هنری، روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو حزب توده ایران بود که پس از دستگیری در بحبوحه اتفاقات کودتای 28 مرداد در برابر جوخه آتش قرار گرفت و اعدام شد. او پایه‌گذار انجمن ادبی شمع سوخته بوده است. انجمن ادبی شمع سوخته که در اوایل سال 1330 در تهران تشکیل شد، پیشگامان شعر نوی فارسی مثل نیما یوشیج، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی و مهدی اخوان ثالث را در بر می گرفت. تهران، یک شنبه 25 اسفند ماه 1330، 16 مارس 1951. دوست عزیز، شب از سینما که برگشتم کاغذ تو را روی تاخچه دیدم. خواندن نامه تو نگذاشت برای خوابیدن آماده شوم. حالا ساعت در حدود 11:30 بعد از ظهر است. سانس سوم فیلم پدر بیاتفه را دیدم و این حرفا به درد تو نمی خورد. کاغذ تو را راحت تلقی نکردم. البته پیش خودت فکر می‌کنی معلومه برای اینه که بت‌ها را شکستم. اما باور کن، برای خودت و پیش خودت باور کن که برای من بتی وجود ندارد. زندگی چیز گذرانی است و به همین دلیل در این زندگانی گذران چه چیزی می‌تواند بت باشد؟ تنها هنر می‌شود. این یکی را ملجایی دانست، آن هم فقط یک پناهگاه، نه بیشتر. بت همان است که برای من در عمق دردهایم بدان پناه بردم. اگر هم واقعا خود هنر واقعی نبود، لااقل برای خود من آن چیزی بود که برای خودم هنر می فهمیدم. و همین برای آدمی چون تو کافی است. سر این صحبت نمی کنم که هنر، همان شبه هنری که من سرم شده، از کدام دریایی آمده یا در کدام آفتابی تراوت پیدا کرده. کاری با این اصلها نداریم. همین که پادزهر شرنگ زندگی است برای من کافی است. اگر زندگی را شرنگ خواندم، در زمان و مکان خودم است. چرا که غیر از آن تصوری برای من فعلا وجود ندارد. جز یک ایمان که بعد از هنر و شاید در دل هنر و از راه درک آن یک اعتقاد من است. صحبت از صادق هدایت آنقدر وجود ما را مسخر می کند که به حق مانند ذره آبی که به دریا می ریزد نابود می شویم و حق یک هنرمند بزرگ همین است. این روزها نمایشنامه قصه زمستان از شکسپیر را می خوانم. یادت هست که یکی از آدمهای این نمایشنامه به دوست خودش در مورد یک مجسمه چنین می گوید: خیال نمی کنی که مجسمه نفس می کشد؟ اویی در چشم او جنبش نمودار است. حالا دوست من، تو که فکر می‌کنی حالا دیگر چشمان هدایت خاک شده، آیا قبول نداری که این صادق هدایت نه هنوز بلکه سالهای دیگر هم در لای کلماتش زنده است و نفس می‌کشد و در چشمان کلماتش جنبشی نمودار است؟ از خیام صحبت کنیم، از همان که هدایت آنجور می‌شناختش و آنطور وصفش می‌کرد. آیا خیام کدام است؟ آن است که از لای رباعیاتش و از خلال آثار علمیش و بالاخره از گوشه و کنار از روایات زندگی هدایت شناخته و وصف کرده اید. آن وجودی که بالاخره در گور گذاشته شد و حالا یقین است که خاک شده و خاک او به قول خودش سبزه ها یا کوزه ها شده؟ خیام واقعی دنیای بزرگ زمان کدام است؟ خودت می دانی گفتن ندارد.
هدایت هم همینطور. آن که در همه مغز و تو روشنایی یک شکاک را سرداده است، همین هدایتی است که توی کلماتش، از توی حرفهایش و مختصری هم از زندگیش شناخته ای، نه آن که نزدیک یک سال است دیگر او رنگ آفتاب ندیده و بوی غذا دماغش را پر نکرد. راست یا دروغ، توی همین وطن من و تو چند روز پیش چند مجلس یاد بوده گوگل برگزار شد. جمعی که در سراسر زندگیشان حرفی از گوگل نشنیده بودند، شرح زندگانی او را شنیدند. آثارش را شناختند و حتی یکی دو نمونه از نوشته های او را تماماً گوش کردند. این کدام گوگل است که پس از 100 سال از قلب روسیه خودش را به ایران یا در یکی از کشورهای آمریکا یا مملکتی از آسیای دور کشانیده است؟ جز همان که در آثارش زندگی می کرده. پس هدایت هم نه حالا، بلکه سالها بعد هم دور و نزدیک را تجدید خواهد کرد. و دوست من، همین زندگانی است که مانند چراغ از این خانه به آن خانه می رود. آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش. این چراغی است که از این خانه بدان خانه برند. ابن سینا. در مجله دفاع از صلح خواندیم که او را ایرانی خواندند. مقاله به قلم کتابدار کتابخانه دانشگاه فرانسه پاریس بود. پس از 1000 سال همان حالت را دارد. اینها زندگیشان با نامشان توام است. تفکیک کردن این دو از یکدیگر کار امروز و دیروز است. زمانه بهتر از من و شما و سایرین راز زندگی ها را می داند و به این آموزگار بزرگ اعتقاد داشته باشیم. ایرام هدایت را در زندگی آنطور می شناختند که مطلوب شماست. به حال او چه تفاوتی می کرد؟ آن هدایت که مورد توجه توست، خودت هم می دانی اهل این حرف ها و اهل این مقیاس ها نبود. او روشنایی یک شکاک بزرگ را در سراسر زندگی خود با خود همراه داشت و این روشنایی انصاف می خواهم مگر پس از مرگ جسمانی او تاریک شد. حسابی که شما درباره صحبت از بزرگان دنیا داری شامل همه میشه و اگر تو بحرش بریم چه کسی میماند که از این جناب شما خارج بماند؟ هیچ کس. آن وقت پس حساب زندگی کجا میرود؟ حساب این مغزها که ایجاد میکنند و حساب این عاطفه ها که در مییابند و حساب این قضاوت ها یا آن قضاوت ها با این مقیاس ها که هر کسی برای خودش اختیار می کند، حساب اینها چه می شود؟ من وقتی می توانم به سرگرمی خودم در سایه وجود شما خاتمه بدهم که دیگر از سایه و از وجود شما اثری نباشد. آن وقت اصلا موضوعی باقی نمی ماند و گویا تنها در آن لحظه است که بشود نگاهی کرد و راز را دریافت. هر وقت از خور و خواب و شهوت و فکر مبرا و فارغ شدیم، آن وقت حق داریم که همه چیز را تخته بکنیم. فکر را آخر گفتیم برای اینکه بعد از ستایی اولی است. درد زندگی از همین جا شروع می شود. اما شروع می شود و هنوز که اولاد آدم نتوانسته است آن را خاتمه دهد، پس باید جایی حساب بشود که اگر نمی خوردیم و نمی خوابیدیم و عیش و عشرت نمی کردیم و مجموعاً و توأماً با هم فکر نداشتیم، آن وقت این مقیاس ها، این شکل ها، این به خود نگرفتن ها چه وصفی پیدا می کرد؟ جوابش کار امروز و فرداست. قربانت، کیوان 25 اسفند 1330. ه الف سایه. ای فردا، می خوانم و می ستایمت پرشور. ای پرده ی دلفری به رؤیا رنگ، می بوسمت. ای سپیده ی گلگون، ای فردا، ای امید بی رنگ، دیریست که من پی تو می پویم. هر سو که نگاه می کنم آوخ، غرق است در اشک و خون نگاه من. هر گام که پیش می روم برپاست، سرنیزه خون فشان به راه من. وین راه یگانه، راه بی برگشت،
رحمی سپریم همراه امید، آنگاه ز رنج و آشنا با درد. یک مرد اگر به خاک می افتد، برمی خیزد به جای او صد مرد. این است که کاروان نمی ماند. آری ز درون این شب تاریک، ای فردا من سوی تو می رانم. رنج است و درنگ نیست می تازم، مرگ است و شکست نیست می دانم. آبستن فتح ماست این پیکار، می دانمت ای سپیده نزدیک، ای چشمه تابناک جان افروز، که از این شب شوم بخت بدفرجام برمی آیی شکفته و پیروز، و از آمدن تو زندگی خندان. می آیی و بر لب تو صد لبخند، می آیی و در دل تو صد امید، می آیی و از فروغ شادی ها تا بند به دامن تو صد خورشید، و از بحر تو بازگشت صد آغوش، در سینه گرم توست ای فردا درمان امیدهای غم فرسود، در دامن پاک توست ای فردا پایان شکنجه های خون آلود، ای فردا ای امید بی نیرنگ. رشت 14 شهریور 1330. این شعر را برای خالی نبودن عریضه برایت نوشتم. شاعر آن سالها بود برای دل خوش و عشقهایش شعر می گفت و چند ماهی است که در راه آمده. این یکی از ارمغانهای سفر جدید اوست. تهران. کولی اقیانوس. پای تا سر سینه اما بی نفس، بی خاطره، گنگ و فراموش. هر صدایی در نگاهش گم به بی ته، چشم خاموش. پرتپش بی سایه در خود ایستاده، سر به سر آغوش، خشکی را به زیر پا نهاده. باز و بیکرانه دامن افشان دور گستر، با تا را همسفر ساحل نشینان را نواگر، یادها را همسفر ساحل نشینان را نواگر. یادها در سینه‌اش مغروق چون نعش زنی سیمین اندام، نامها از لب زدوده تن رها و بی سرانجام. محو در مه هر سپیده شامگاهان، ارغوانی ابر بر رویش دویده، لکه ها از دید شبها بر تن او، بوسه بس روز روشن خفته پیراهن او. گیسوانش در کرانی شستشوگر، ماسه ها را به پای او، بر ساحل دور رهنشین ماه شب، آبستن خورشید هر روز، بستر طوفان مقرور. اول اسفند 1330. تهران 25 فروردین 1331، 14 آوریل 1952. فرزانه عزیزم، فکر می کنم مدتی در پاریس نبودی که جواب کاغذهای من ماند. ایام نوروز به سفر بودی یا همین روزهای عید پاک؟ امشب مجلسی به یاد بود صادق هدایت برقرار بود. برنامه آن را برایت می فرستم. آنچه به عنوان درباره صادق هدایت توسط مجتبی مینوی گفته شد،
شرح مختصری از خود هدایت بود جدا از آثارش. آنچه به یادم مانده تقریبا از این قرار است. کسی بود که بیشتر از 30 اثر خوب به فارسی دارد. ما چند نفر بودیم و سالها با هم کار می کردیم. در آن روزگار جمعی از ادبا و فضلا بودند که در همه مطبوعات آثار قلمی ایشان چاپ می شد و ادبای سبعه بودند. گویا اشاره به دشتی و رشید یاسمی و حجازی و سعیدی و فلسفی و عباس اقبال و غیره. ما هم فقط 4 نفر بودیم که در قهوه خانه ها و در کافه ها کار می کردیم. هدایت مرکز دایره ما بود. ما به وجود او دور هم بودیم، الهام بخش و مشوق ما بود و نه تنها ما بلکه دیگران. و مثل زد که درویش نقاش ارمنی را صادق هدایت رونق داد تا به جایی که وزارت فرهنگ هم مجلسی برای نمایش آثار او برقرار کرد و 100 تا از کارهایش در دوره شاهنامه بروخیم چاپ شد. بعدن هدایت برای کارهای خیام او ترانه های خیام را نوشت. از تأثیر وجود هدایت در کسانی که استعداد و هنری داشتند صحبت کرد. گفت ابتدا 4 نفر بودیم. نوشین و بزرگ علوی و من و هدایت که مرکز دایره ما بود. شاید ذکر اسامی بعضی از حاضرین که من آنها را دیدم و می شناختم بد نباشد. تا ملاحظه کنی که حتی از دسته های مختلف سیاسی، جمعی مختلف المسلک و دشمنان سیاسی با هم در یک مجلس شرکت کردند. دکتر خانلوری، خانم لورتا نوشین، دکتر محمد مقدم، صادق چوبک، مهندس فریور، ونسان مونتی و چند زن و مرد فرانسوی و انگلیسی که گویا همه فارسی بلد بودند. خانم دکتر رضوی، سایه، دکتر روح بخش، علی زهری، دکتر بقایی، جلال آل احمد، خانم دکتر سیمین دانشور، فریدون رهنما، منوچهر شیبانی، فخرالدین شادمان، خیرخواه، کولی، خاشع، با آنکه برنامه تئاتر سعدی داشتند، سمین باغچبان، بزرگ علوی، حسین کاظمی، سعید نفیسی، حمید رهنما، فضل الله گرکانی، الف امید، مهندس رضوی، دکتر عیسی سپهبودی، حبیب یغمایی و غیره. شنیدم میل نداشتند پرویز داریوش در این مجلس حضور یابد. تابلوی جالبی از کاظمی تهیه شده بود که هدایت را با اشارات و تصاویری از داستانهایش را نشان می داد. به دستهای هدایت قفلی دیده می شد. صورتک ها، بوف کور، 3 قطره خون، آن زن افسانه‌ای بوف کور که همیشه انگشتش در دهان بود، سری که مرده، 2 خط سیاه به سوی افقی که 1 خانه سیاه در آن بود و ماه بالای آن دیده می شد، به صورت هلال بزرگ. 1 زن رویایی در حال رقص با هم اشاراتی به آثار گوناگون هدایت را ارائه می داد. هدایت برهنه بود، عینک داشت، سرش پایین بود، لبخندی داشت، مانند مجسمه بودا نشسته بود و قلبش را در دست می فشرد. در حالی که در دستش قفل بزرگ درازی دیده می شد. رنگ عمومی تابلو حالت خاصی داشت که با مجلس یاد بود مناسب می نمود. مجلس به وضع گرمی پایان یافت. روی هم رفته جمعیت متناسب و متعددی بود. همین که اختلاف نظرهای سیاسی هم نتوانسته بود مانع جمع شدن عده‌ای از علاقمندان به آثار هدایت، راست یا دروغ، در یک محل و در یک برنامه بشود، خود ناشی از تأثیر شخصیت و محدود نشدن هدایت به 1 نقطه می باشد. اگر در تهران بودی و شدت اختلافات اساسی افراد دسته های مختلف سیاسی را می دیدی، از تجمع آنها در 1 مجلس یاد بود تعجب می کردی. چه رسد به این که در 1 برنامه با هم مشارکت داشته باشند. فقط باید اشاره کرد که پس از پایان مجلس، دکتر بقایی و اعوان و انصارش به بار رفتند
و سرگرم شدند و آنهای دیگر به دنبال کار خود رفتند. اختلاف ساعت دوباره شروع شد. شماره امروز به سوی آینده را برایت می فرستم. شرحی از ماجرای عید نوروز در پاریس و عملیات عالی جنابانه ابتهاج دارد. فکر می کنم سر مقاله آن را هم خواهی خواند، زیرا اطلاعاتی درباره وطن ما به تو می دهد. من اگر گاهی برای تو از مطبوعات تهران می فرستم، به این حواس که میان مطالعات فرنگی گاهی هم مطبوعات فارسی را ملاحظه کنی. در حال حاضر مطبوعات تهران از لحاظ اجتماعی و سیاسی واقعاً رونقی دارد. وطن ما روزهای گنگ و در عین حال بسیار بدی را می گذراند. آنها که دستن در کار امور اجتماعی هستند، حالت انتظار با کوشش‌های خود شکل می‌دهند. شاخص‌تر از حکومت نظامی است و مجلس اعیان و پیران فرتوت از طرفی و تدارک تظاهرات اول ماه مه از طرفی دیگر. حکومت نظامی مصدق السلطنه یک روز پیش از اول ماه مه عمر یک ماهش به سر می‌رسد و هنوز به وضوح مشخص نیست که مجلس اعیان و مجلس اعیان موسوم به شورا آن را تمدید نکند. ترجمه کتاب ونسان مونتی توسط حسن قائمیان زیر چاپ است. مشفق همدانی مدیر مجله هفتگی کاویان هم آن را ترجمه کرده و از دو شماره پیش این نشریه به تدریج دارد چاپ می شود. البته به ترجمه او که غلطهای آشکاری دارد نمی توان قانع شد. مجله کبوتر صلح که شماره نوروزان با عکس هدایت انتشار یافت در شماره اول اردیبهشت خود چند روز دیگر شرحی درباره هدایت دارد. شماره نوروز را اگر مستقیماً برایت نفرستادند و پیش خانم ناظمی ندیده ای، بنویس با شماره اردیبهشت برایت بفرستم. در شماره نوروز یکی دو تا نوول جالب ایرانی بود که به خواندن تو می ارزد. به آذین و الف امید. همچنین از میان اشعار شاید مجسمه فردوسی و به ناظم حکمت را بپسندی. در این نامه زیاد اظهار عقیده کردم. ممکن است تو بخندی که فلانی کمتر اینطور آیه نازل می کرد. اما عیبی ندارد. این روزها تهران بارانی است و در شورزار من خس می روید. گاهی فکر می کنم پرگویی خودش یک نوع تسکین است. اما همان وقت به حال خواننده یا شنونده فکر می کنم که چه درد و مصیبتی است. اگر اینطور است پس شنونده ها و خواننده ها کجا با مردم روبرو شوند؟ و اگر این کار روبرو شدن با مردم از هر نظر که لازم شمرده شود و یا از هر لحاظ که تصمیم گرفته باشند ضروری نیست، پس در زندگی چه کاری می توان ما را از خودمان بیرون بکشد و به جایی ببرد که از آنجا به حالت کنونی رسیده ایم؟ دلم برای طنزهای تلخ تو تنگ شده است. این تلخی نه از لحاظ کیفیت تأثیر آن است، بلکه مقصودم تلخی خود آن طنز هاست که با مفهومش توأم می باشد. این بچه ی بد اخلاق را که خود بنده می باشد باید با تازیانه رام کنی و من در انتظارم. بنویس. می دانم که تو با اعتماد در پی خرابی خانه های اعتماد من هستی و من فکر می کنم اینها لازم است تا بهتر بفهمم، زیرا فهمیدن در زندگی کردن است و کار تو به جای خود نشانی از زندگی است. خانم فخر ایران ناظمی از محیط پاریس و هموطنان گرامی ما که دل به موزه ها و کنفرانس ها نمی دهند گله دارند. نمی دانم ایشان را به مسائل مربوط به این گله ها وارد کرده اید یا نه. یقین دارم این جور صحبت های شما دو نفر برای هر سه ما جالب می باشد. لطفاً هر وقت میان اوراق مختلف چشمت به شرحی درباره آقای جورج دوهامل عضو فرهنگ سرای فرانسه افتاد، نشانی آن را برای مخلص بنویس. یکی از دوستان مشترک ما یکی از رمان‌های او را به فارسی ترجمه کرده است. به قرار اطلاع آقا فریدون در حدود یک ماه دیگر پاریس خواهد بود. تفصیل با پست بعد. قربانت کیوان.
25/1/1331. تهران، چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1331، 23 آوریل. عزیزم سلام، نامه مورخ 11 آوریل تو را صبح زود که از خانه بیرون آمدم در راه از پستچی دریافت کردم و به این ترتیب دیگر موضوع سینما منتفی است که نوشته بودی هر وقت کاغذ تو به تهران میرسد من از سینما برگشتم. اینطورها هم که تو خیال کرده ای نیست. سینما رفتن من سالی ماهی یکی دو بار فیلم خوب است که استراق وقت می کنم. بر وزن استراق سم. آخر شب سری به سینما می زنم که به قول عوام تمرد اعصابی شده باشد. بر وزن تمدد اعصاب. آقا فریدون به زودی زود عازم اروپاست. شاید زودتر از 10-20 روز دیگر راه بیفتد. او یا قصد اقامت در پاریس را ندارد یا نمیتواند داشته باشد. رفتن این بابا از ایران به مثابه این است که چرخ تیاره یک کارخانه کم شود. بابت اینکه انس فراوانی به هم زده بودیم و رفتن به دزاشوب همیشه برای من بارور بود. دست کم از موسیقی سرشار می شدم و بر می گشتم. اگر از تو بابت معرفی این مرد به من سپاسگزاری کنم خیال میکنی دارم تعارف میکنم. اما خودت با آدم یاد بده که احساساتش را چه جوری ارائه بدهد. جانم حکایت نوستالژی گرمای سوزان و شنهای برهنه نیست. حقیقت واقع است. یادت هست که ایرانی من و شما و دوروبری های شما نیستیم. ایرانی همین پا برهنه هایی هستند، که توی ریگزارهای داغ جنوب یا شالیزارهای شمال همون جوری که توی کارت پستال دیدی زندگی می کنند. آدمهای تهران ایرانی نیستند، بلکه مخلوطی از آمریکا و اروپایی هستند. نه ریخت ایرانی را دارند، نه لباسش را، نه احساساتش را، نه عواطفش را. هر وقت کتاب فرزانه به دست همان برهنگان رسید و آنها کتابخوان شدند، آن وقت می شود کارت پستال دیگری به نام ایرانی برای ایرانی خارج از وطن فرستاد و این حرف ها منباب توضیح واضحات است که البته خواهی بخشید. ضحاک حکومت نظامی تهران را بناست تمدید کنند و خودشان صریحاً خبر دادند که چون جشن بین المللی کارگران اول ماه مه نزدیک است باید تمدید بشود. این هم بورژوازی مصدق و سلطنه که با دنجان دور قابچین ها سعی دارند آن را بورژوازی ملی بنامند. مستشاران نظامی آمریکا با آنکه مدت قراردادشان رسما تمام شده هنوز سر کارند و حقوق می گیرند. آن وقت وزیر دارایی جناب مصدق و سلطنه توقع دارد کارمندان دولت اگر می توانند از دریافت حقوق صرف نظر کنند، که بودجه دولت ترمیم شود. نفت مملکت را این بورژوازی ملی نمی فروشد. آن وقت قرضه ملی به زور به بچه های دبستان می فروشد که خزانه دولت رو به راه شود. هر کس هم مخالفت اساسی بکند نوکر روس است. از لطف تو که نوشته بودی آقا فریدون جادو جنبل کنه و من و آقا کنی را با خودش فرنگ بیاره به سهم خودم خیلی متشکرم. البته دیدار تو را آرزومندم، اما بهتر میپسندم که در همین آب و خاک یک دیگر را ببینیم و با هم درد و دل بکنیم و راه علاجی برای انسان جستجو کنیم که از شر ادراک و عاطفه خلاص شود، نه بد ببیند و نه خوب را آرزو بکند. روزنامه فرستادم بی اجازه شما. کتاب فلوبر هنوز که نرسیده لابد رندان بالا کشیدند. شنیدم دست به کار ترجمه دکتر فاستوس هستی. از این حرفا که با ما نمی دانم. قربانت خودم.